در ادامه تنش در دریای سرخ، اوسیای مورد حمایت ایران یک نفتکش را هدف قرار دادند و یک موشک به سمت ناو آمریکایی شلیک کردند و در مقابل آمریکا نیز مواضع اوسیا را هدف قرار داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکا بامداد امروز یک موشک ضد کشتی اوسیا را که آماده پرتاب بود هدف قرار دادند و آن را منعدم کردند. بنابر اعلام سنتکام این موشک تهدید قریب الوقوع علیه کشتی‌های تجاری و کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در منطقه تشخیص داده شد و نیروهای آمریکایی برای دفاع از خود آن را منعدم کردند. در همین حال اوسیای مورد حمایت رژیم ایران مدعی شدند آمریکا و بریتانیا بندر رأس عیسی پایانه اصلی صادرات نفت یمن را هدف قرار دادند. این عملات آمریکا اندکی پس از آن انجام شد که شبه نظامیان اوسی غروب روز گذشته با شلیک موشک نفتکش مارلین یواندا را هدف گرفتند که منجر به آتش سوزی شد. یحیی سری سخنگو اوسیا در عالی حمله موشکی این گروه به نفتکش مارلین یواندا را تایید کرد که مدعی شده بود این کشتی متعلق به بریتانیا است. با این حال این کشتی عامل سوخت با پرچم جزایر مارشال و در استخدام شرکت بازرگانی چند ملیتی ترافیگورا تردد می کرد. در همین حال تنش و جنگ در خاورمیانه به بالاترین سطح در چند دهه گذشته رسیده و خبرها از مرز اسرائیل با لبنان نیز آکی از تبادل آتش میان حزب الله و ارتش اسرائیل است. درگیری ها میان گروه های نیابتی ایران با ارتش آمریکا و همچنین اسرائیل در چندین نقاط خاورمیانه ادامه دارد و روز به روز گسترده تر می شود. در عراق، سوریه و یمن اکنون باید دید صبر جهانیان تا چه اندازه دوام دارد. انعطاف پذیریشان در قبال ناامنی ها در تنگه باب المندب نیز اکنون به پایان رسیده و جنگی تمام عیار و فراگیر هر لحظه یمن و بخش تحت کنترل اوسیا را تهدید می کند. اما سرنخ همه این تنش ها و درگیری ها به غزه باز می گردد، جایی که بیش از 100 روز است ارتش اسرائیل و گروه حماس در نبردی خونین به سر می برند. به گفته مقامات بهداشت و درمان غزه، تعداد کشته شدگان این منطقه از زمان شروع عملات اسرائیل تا کنون از مرز 26,000 نفر فراتر رفته است. در همین رابطه، دیوان بین‌المللی دادگستری دیروز بدون اینکه خواستار برقراری آتش بس در غزه شود، از اسرائیل خواست از ارتکاب هر گونه اقدامی که میتواند به عنوان نسل کشی در نوار غزه محسوب شود، جلوگیری کند و اجازه رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غزه را بدهد. امروز شورای امنیت سازمان ملل نیز اعلام کرد این شورا به درخواست الجزایر روز چهارشنبه برای بررسی حکم دیوان بین‌المللی دادگستری که دیروز از اسرائیل خواست از هر گونه اقدام احتمالی در جهت نسل کشی در نوار غزه جلوگیری کند تشکیل جلسه خواهد داد. الجزایر گفته درخواستش به منظور الزام آور ساختن حکم دیوان بین‌المللی دادگستری است. بله، در این بخش از برنامه جناب آقای روبن مارکاریان تحلیلگر سیاسی با ما هستند که درود و وقت بخیر میگم به شما جناب آقای روبن مارکاریان گرامی. منم درود میفرستم به تو و به همه دستاندارکاران تلویزیون و همینطور به ویژه به بینندگان. زنده باشید آقای مارکاریان. گزارش ما تقریبا کلیتش بر این موضوع بود که تنش‌ها و بحران‌ها در خاورمیانه لحظه به لحظه بر دامنه اون افسوده خواهد شد. در باریکه غزه میدونیم که چه اتفاقی داره میفته، تنش هایی که میان اسرائیل و حزب الله بالا گرفته است. اسرائیل ساعتی پیش بود که چند پرواز انجام داد و فکر کنم بین 4 تا 5 تن از نیروهای حزب الله در حمله هوایی اسرائیل کشته شدن. حوثی ها هم در باب المندب که به ماجراجویی ادامه میدن. گروه های نیابتی جمهوری اسلامی هم که چه در عراق چه در سوریه تحرکاتشون رو دارن. یه سوالی، آیا احتمال دارد نهایتا در نقطه اتفاقی بیفتد و این اتفاق دومینووار همه را، یعنی تمام معادلات را به هم بزند و حتی اون کسانی که در این بحران آفرینی مثل خود جمهوری اسلامی نقش داشتن نهایتا کنترل اوضاع از دستشون خارج شه و وارد یک فاز و بحرانی بزرگ بشیم؟ بله، کاملا این احتمال وجود داره. ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که بازیگران اصلی که الان در این بحران چندگانه در این پلی کریز درگیر هستند
خب و به ویژه مثلا آمریکا همینطور حزب الله اونایی که در جوار یا در نقاط تماس مهم این بحران هستند، همینطور جمهوری اسلامی که اون بازیگران اصلی این بحران هستند، خودشون تلاش میکنند که مسئله به یک جنگ بزرگ منطقه‌ای مبدل نشه به دلایل بسیار مختلف. اگر بخوایم خلاصه اشاره کنیم، واقعا اگر حزب الله بخواد وارد یک جنگ با اسرائیل بشه، چنان ضربه‌ای میخوره لبنان که الان خودش دستخوش بحران‌های اقتصادی اجتماعی بسیار عمیقی است که ممکنه حتی آینده این کشور زیر علامت سوال بره و حتی نفوذ جمهوری اسلامی، مهمترین اون اهرم نفوذ جمهوری اسلامی در کل خاورمیانه تضعیف بشه. از طرف دیگه خود آمریکا، توجه کنیم که با توجه به تجربیاتی که جنگ‌های خاورمیانه داشته و به تدریج فرق نمی‌کنه رؤسای جمهور چه جمهوری‌خواه چه دموکرات خواهان در واقع این هستند و بودند که پاشونو و درگیریشون از خاورمیانه بیرون بکشن و مثلا مسئله پاسیفیک یا بازداری چین رو در واقع در دستور کار خودشون قرار داده بودن، یا قبل از این بحران غزه هم از دوره ترامپ و در ادامه دوره اوایل دوره بایدن تلاش میکردند که رابطه رسمی و یا غیر رسمی اسرائیل با کشورهای شیخ نشینان خلیج فارس و سایر کشورهای عربی رو در واقع به راه بندازند و اینا. خب اینا همه به هم خورد، این مسائل. علاوه بر این ما میدونیم که امسال سال انتخابات تو آمریکا، یعنی داریم نزدیک میشیم به سال انتخابات و در سال انتخابات یه جنگ خیلی جالب نیست برای رئیس جمهوری که میخواد برای بار دوم شرکت کنه. جمهوری اسلامی هم ما میدونیم که در واقع خودش با ارزیابی که داره و داشته میدونه که در یک جنگ بزرگ بسیار بازنده است و برابر این است که اصلا استراتژیش استراتژی جنگ‌های غیر متقارنه و میدونه که در یک جنگ رو در رو اونم با قدرتی مثل مثلا آمریکا و اینا شانسی این نداره. اینها اون چیزای کلی هستن، ولی در خیلی از موارد بحران‌هایی که به وجود میان علارغم اون سیاست‌های عمومی و حتی منافع در واقع درازمدت بازیگران به مراحلی تکمیل پیدا میکنن که کنترل از دست کسایی که در واقع میخوان مثلا به یک پرتگاه خیلی خطرناک سقوط نکنن خارج میشه. مثلا من در همین مورد ما چند تا مثال میتونیم بزنیم. مثلا یکی از مثالها ترور صالح الروری بود و اسرائیل که این ضربه رو وارد کرد، خب با یک ریسک بود، ممکن بود مسئله طوری تکمیل پیدا کنه که حزب الله وارد بشه، حزب اللهی که دارای یک زرادخانه موشکایی که اصلا قابل مقایسه با حماس نیست و بنابراین اونجا جنگ به اصطلاح دوباره گسترش پیدا کنه و اینها. یا مثلا مورد دیگه‌ای که ما داشتیم، مورد حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مثلا در عراق به آمریکا بودن، به در واقع محل استقرار نیروهای آمریکایی بودن،
که در نهایت چند تا شلیکایی که اونا کردن سرباز آمریکایی زخمی شدند و آمریکا اومد و رهبر کتایب النجبا رو الجواری رو زد و مثلا کشت و اینها. و اگر مثلا این حملات، تازه این یک در واقع ضربه شستی بود که در برابر زخمی شدن سربازان آمریکایی بود، اگر بیشتر از این بود آسیب هایی که وارد شده بود و اینا، ممکن بود مسئله از اینجا خیلی گسترش بیشتری پیدا کنه و اینا. اینا صرفا چند تا مثال هستش. یا همین بله. الان شما گزارش شما همینجا مسئله حوثی ها و دریای سرخ و اینا، مثلا حوثی ها حدود 70 تا حمله کردن بله. اگر و با درون و اینا، که بیشتر اونها رو نیروی دریایی آمریکا خونسا کرده، اگر یکی از اینا عبور کنه و بره و بخوره در داخل ناوشکن ها و تعدادی رو بکشه با اینا، اصولاً صورت مسئله دیگه عوض خب میشه. دقیقاً میخوایم در رابطه با همین مسئله صحبت کنیم. ببینید کاری که حوثی های یمن میکنند، شما به نکته خوبی اشاره کردید، گفتید به عنوان مثال جمهوری اسلامی با توجه به شرایط فعلیش، نه از نظر اقتصادی نه از نظر حمایت داخلی و همچنین در عرصه بین‌المللی، در اون جایگاهی فعلا قرار ندارد که بخواهد به دنبال این باشد که یک این تنش و ناآرامی، اون جنگ ها گسترش پیدا کند. اگر یکی از همان اتفاقات بیفتد، همینطور که شما گفتید، حوثی ها یک ناو امریکایی رو هدف قرار بدن، یک ناو بریتانیایی رو هدف قرار بدن، و کاری که حزب الله لبنان داره انجام میده، هر از چنگای موشک پرانی هایی که انجام میدهند، نهایتا اسرائیل همینطور هم که گفتن که طرح حمله به حزب الله و عقب راندن آن تا بخشهایی از لبنان، تقریبا تا میانه لبنان بر روی میز است. اگر این اتفاق بیفتد، آیا شما فکر میکنید جمهوری اسلامی، مثال میگم، یعنی به اون نقطه نرسیده که شاید در یک اتفاقی نهایتا وارد این پروسه بشویم، و اون زمان چه کار میکند اگر حزب الله، اگر اسرائیل به قول معروف گفتنی ورود کند به لبنان، یا حملات علیه حوثی ها در یک ائتلاف بزرگ و جهانی شکل بگیرد، اون زمان فکر میکنه جمهوری اسلامی و گروه های نیابتیش چه کار خواهند کرد؟ ببینید چند تا اینجا مسئله هستش. یکی از عوامل بحران خاورمیانه این هستش که ما بعد از دوره فروپاشی شوروی و در دوره نئوکانها که حمله کردند و برای از بین بردن محورهای شرارت در خاورمیانه جنگهای مهم به وجود آوردند و اینها، ما با یک وضعیت جدیدی مواجه هستیم. اولا بازیگران متنوع شدن، بازیگران منطقه‌ای، یعنی الان قدرت‌های منطقه‌ای شکل گرفتن که یا حالا شبه مستقل یا مستقلن یا وابسته هستن به قدرت‌های بزرگ، و اینها تأثیرات خاصی و مهمی دارن در اوضاع خاورمیانه. یعنی اگه مقایسه کنیم در دوره قبل از فروپاشی که دو تا ابرقدرت بودن و متحدینشون رو کنترل میکردن و میتونستن بحران ها رو با محاسبات و در این حال با تبادلات و در واقع به نوعی تقسیم کار و در واقع معاملات و اینا کنترل کنن، یه فیصله بدن، این مسئله الان وجود نداره. بازیگران منطقه‌ای نقش پیدا کردن. این در مورد دولت‌های تثبیت شده در منطقه است. خود در واقع این بحران‌های خاورمیانه الان شرایطی رو به وجود آورده که کشورهای فیلستیت، یعنی کشورهای از هم گسیخته، به وجود اومدن که در واقع فاقد ثبات هستن، و در این کشورها باز نیروهایی سر برآوردن، نیروهای نظامی، میلیشیاها، غیره و زالک، که اینها تبدیل شدن به نیروهایی که واقعا نقش نسبتا مهمی در این تحولات بازی میکنن، که بخشی از
نیروهای نیابتی در خاورمیانه که وابسته به این قدرت‌های منطقه‌ای یا قدرت‌های بین‌المللی هستند شامل ایناست. علاوه بر اینا این شرایط بحرانی باعث شده نیروهایی به وجود بیاد که اصلا به خود به کسی حساب پس نمیدن بله. یا استقلال نسبی دارن و بنابراین حتی مثلا موقعی که منافع جمهوری اسلامی یا منافع نمیدونم عربستان یا حتی آمریکا و غیره طوری باشه که بحران رو بخوان مهار کنن یا اینها رو بخوان به صلاح در یک اندازه خودشون قرار بدن، همه چی دست اینا نیست. مثلا نمونهش حوثی ها هستن. درسته که حوثی ها رابطه خوبی با جمهوری اسلامی دارن و حمایت میشن، فلان میشن. میدونید که همین الان آمریکا از چین خواسته که در واقع دخالت بکنه، همین امروز و از طریق ارتباطی که با جمهوری اسلامی داره حوثی ها رو سر عقل بیاره که از این در واقع عملیات خودشون دست بردارند و اینا. ولی خیلی از اینا دیگه منظور من توی بحران وقت داریم جنبندی هم کنید صحبتتون رو بله چیزای کم وچی وجود اومده و در حقیقت این اوضاع به وجود اومده. ولی در اینجا کشوری که اون من چیزای اون مواردی رو که اشاره کردم مواردیه که این خطر وجود داره، ولی در اینجا یک کشور هست، اسرائیل. اسرائیل دیگه خیلی با هدف اینجا این نیست که خارج از کنترل، بلکه با نقشه نتانیاهو در واقع میخواد این جنگ رو گسترش بده به خاطر شکستهای سیاسی، به خاطر شکستهایی که در خود غزه خورده و در این بیش از 100 روز نتونسته حماس رو از بین ببره و فشارهای زیاد بین‌المللی، فشار از طرف متحدینش، حتی از طرف آمریکا که و اتحادیه اروپا میاد از طریق همین فشاری که الان مسئله دادگاه دادگستری بین‌المللی اون درخواستایی رو که کرده، این میخواد جنگ رو گسترش بده. شما به یه موردش اشاره کردی، مسئله لبنان هستش که گالانت وزیر دفاع اینو علنا گفته که اگر حزب الله 6 مایل عقب نشینی نکنه ما کاسه صبرمون لبریز میشه و ناچار ایم که اینجا حل و فصل و این کارا رو بکنیم. پس بنابراین این خطرات وجود داره و این ناشی از به نظر من اون رقابت‌های امپریالیستی بوده که در خاورمیانه در دو دهه اول قرن بیستم تشدید پیدا کرده و نیروهای ارتجایی منطقه‌ای، نیروهای در واقع نیابتی و همینطور نیروهای ارتجایی که در این بحران‌های که از همگسیختگی رو به وجود آوردن یک تصویر بسیار مخشوشی رو از حوادث به وجود آوردن که در واقع در نهایت در دو کلمه اگر بخوایم بگیم خیلی از بحران‌ها نمیشه با اطمینان روش حساب کرد که منجر به یک جنگ‌های بزرگ یا گسترش این درگیری‌ها نشه. واقعا این باعث بیم هست و در واقع تمام مردم صلح‌خواه به نظر من نیروهای چون بازنده این جنگ ها و این رقابت ها توده های مردم، نیروهای آزادی خواه، نیروهای چپ، دموکرات و نیروهای مترقی هستند و بنابراین منافعی که اونا دارن اینه که در واقع این جنگ ها پایان داده بشه و صلح، امنیت و همینطور دموکراسی، آزادی و دموکراسی در خاورمیانه جایگزین این مصیبت بشه. سپاسگزارم از شما جناب آقای روبن مارکاریان، نویسنده و تحلیلگر سیاسی که تا این لحظه با ما همراه. منم دیگه نیست، به شما موفق باشید. زنده باشید.
بله، بدین ترتیب به پایان یک نگاه سوم دیگر رسیدیم. سپاسگزارم از شما بینندگان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون آریان. تا درودی دیگر، بدرود.